بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها عدد ما أحاط به علمك. اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والنصر، واجعلنا من خير أنصاره وأعوانه. اللهم لعن الجبت والطاغوت، اللهم لعن أبا الشرور وأتباعه. بینندگان عزیز شبکه جهانی امام حسین علیه السلام، سلام علیکم، وقت شما به خیر. الحمدلله رب العالمین. امروز هم این توفیق رو داریم که به صورت زنده و مستقیم از شهر مقدس کربلا، استدیوی بین الحرمین شبکه جهانی امام حسین علیه السلام و در همجواری با حرم مطهر آقا سید و شهدا سلام الله علیه و برادر بزرگوارشون آقا ابوالفضل العباس علیه السلام در خدمت شما بزرگواران باشیم و شاکر خدا هستیم که این فرصت رو داریم انشاءالله در طول این برنامه بتونیم هم استفاده بکنیم از بحث‌های تربیتی و همین که صدای شما رو به کربلای معلا برسونیم. ما خوشحالیم که این وظیفه رو داریم. انشاءالله که همگی هر جا هستید صحیح و سالم باشید. و اما از موضوعهای روز اینه که الحمدلله رب العالمین هوای کربلا خیلی عالیه. یه مقدار سرد هست ولی نسبتاً هیچ تأثیری روی زوار آقا سید و شهدا سلام الله علیه نگذاشته، چه اون بزرگوارانی که از داخل کشور عراق، چه اون عزیزانی که از کشورهای مجاور و از راه‌های دور مشرف هستن. و الحمدلله رب العالمین قطعا در پخش‌های زنده دیدید و خواهید دید، باز هیچ مسئله‌ای باعث نمیشه که زیارت آقا سید و شهدا سلام الله علیه کم رنگ بشه. هر کسی به هر صورتی که میتونه، اون عزیزانی که متاسفانه از نظر جسمی مشکل دارن، با ویلچر یا خودشون با دستهای خودشون به طرف حرم مطهر آقا سید و شهدا مشرف میشن و یا اینکه یاری و کمکی دارن و اونها رو سوق میدن طرف حرم مطهر آقا سید و شهدا. امیدوارم شمای بزرگوار، شمای بیننده شبکه جهانی امام حسین علیه السلام در جای جای این کره خاکی صحیح و سالم باشید و هر چه زودتر خودتون مشرف بشید کربلا. ما دعاگو هستیم، وظیفمون رو انجام میدیم، ولی اینکه خودتون با پای خودتون همراه با خانواده هاتون مشرف بشید کربلا واقعا یه حالت دیگری داره. اینکه تشریف بیارید، از باب قبله وارد بشید، ذریح مطهر آقا سید و شهدا سلام الله علیه رو ببینید، بایستید، دست ادب به سینه بگذارید، خدمت آقا سید و شهدا عرض سلام داشته باشید
و عرض بکنید آقا جان، ما حامل پیام های زیادی از طرف شیعیان شما، اون افرادی که همسایه ما بودن، فامیل ما بودن، برادر و خواهر ما بودن، نتونستن مشرف بشن، اومدیم به نیابت از اونها هم خدمت شما عرض سلام داشته باشیم، اومدیم به نیابت از اونها هم خدمت شما عرض حاجت داشته باشیم. آقا جان، یا ابا عبدالله، شیعیان گرفتارن و به این گرفتاری هم واقفن. المؤمن مبتلا. آمنا. بزرگواری بفرمایید. ابتلاء ما فقط دغدغش عشق به شما و اهل بیت شما باشه. ابتلاء ما فقط دغدغمون این باشه که از شما دور نشیم. شما یه بزرگوار با این خاندان پاک و مطهر باعث هستید ان شاء الله ما بتونیم به خوبی در خانه خدا عبودیت انجام بدیم. اطاعت ها که سر جای خودشه، واجب هامون اطاعته، ولی اینکه بنده ای باشیم در خانه خدا، اینکه اون کارهای نیکی رو که خدا دوست داره و شما با رفتارها و منشهاتون به ما یاد دادید، ما هم اونها رو به کار بگیریم ان شاء الله. ما هم از شیعیان واقعی شما و شیعیان فرزند بزرگوارتون حضرت حجت ابن الحسن عجل الله تعالی فرجه و شریف باشیم. ما دوست داریم منتظر واقعی باشیم و همین موارد ان شاء الله باعث میشه قلب ها جسم ها جلا پیدا بکنه و بهترین وجه استفاده بشه از موقعیت زیارت ان شاء الله. همه این مواردی رو که الان خدمت شما به عنوان تذکر عرض کردم، ما هم ان شاء الله به اون عامل خواهیم بود. الهی آمین. و اما معطلتون نکنم، طبق معمول روزهای یک شنبه در خدمت شما و حضرت حجت الاسلام شیخ محمد سیروس هستیم از ونکوور کانادا. امیدواریم بحث‌های تربیتیشون رو خوب به کار بگیرید و ششمین قسمت این بحث‌ها رو در خدمت شما هستیم و با شما به اشتراک می‌گذاریم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. در ادامه بحث تربیت فرزندان، امروز میخوام اختصاص بدم به بحث شادی و تفریحات. برای رشد انسان و آرامش دلهای انسان، شادی و تفریحات یک امر مهمیه و تا حدی هم لازم هست. اما اسلام انواع شادی و تفریحات را تعریف کرده. بعضیاشون منفیه و یک نتیجه عکسی دارد و بعضی از شادی ها و تفریح ها نتیجه خوبی دارد در بلند مدت. خداوند متعال فرمودند تفرح و فی الارض به غیر الحق، یعنی بعضی ها تفریح میکنن در این زمین که راه صحیح نیست و نتیجه این نوع تفریح باعث میشه که استراب، ناراحتی ذهنی، ناراحتی معنوی، احساس منزوی بودن و غمگین تا حدی میرسد که افسردگی میارد. اگر شما توجه بفرمایید، کسانی که تفریح های راه حرام انجام میدن، مانند گوش دادن موسیقی یا نوشیدن یا خوردن غذای حرام یا تفریح های کلن که در اخلاق اسلامی نباشد، نتیجه اینها چی میشه؟ افسردگی، احساس پوچی،
احساس تنهایی، احساسی که سیر شده از زندگی، احساس میکنن که در واقع نمیتوانن تمرکز کنن توی اهداف مهم زندگی. این هست که خداوند متعال تأکید کرده که حتما و حتما لازمه که انسان شادی و تفریحات از راه حلال و مجاز انجام بدهد. امام رضا علیه السلام فرمودند که یک روز برای مؤمن میشه به 4 قسمت قسمت بندی کرد. یکیش تأمین معاش، کار کردن برای غذا خوردن و هزینه های منزل، هزینه های زندگی روزمره. قسمت دوم در واقع عبادات هست، ارتباط خودمون با خداوند متعال، ارتباط خودمون با معصومین صلوات الله علیهم. قسمت سوم ارتباط با خانواده، رفت آمد با فامیل ها، در منزل پهلوی بچه هامون باشیم، چون بعضی ها تو منزل هستن و در زیر یک سقف زندگی میکنن و هیچ ارتباطی با فامیل های خودشون ندارن. و قسمت آخر قسمت تفریح هست. تفریح یک موضوع قابل توجه هست. امام علی علیه السلام به عبدالله ابن عباس نوشته بودند که شما برید تفریح کنی، تفریح حلال از انتقام یا کارهایی که خودمون را به خداوند متعال دور می کند. شاید سوال کنید کدوم تفریح؟ تفریح چیست؟ تعریف کنید. من شروع می کنم به تفریح منفی، تفریحی که لازم دوری کنیم. اسمشو میذاریم شادی کاذب یا تفریح کاذب. تفریح کاذب چیست؟ اینهایی که میخوان یک نوع شادی اما با وسیله حرام، مانند گوش دادن موسیقی یا خوردن و نوشیدن مواد غذایی حرام یا رفتن توی مهمونی ها که اختلاط دارد یا موضوعیت مذهبی ندارد یا خداپسند نباشه یا کارهای و بازیها و تفریحای گوناگونی که در راه خدا نیست یا حرام باشد. این نوع تفریح برای خود این دنیا یک خطر بزرگی مضر هست. یه نمونه به شما عرض بکنم. مثلا کسانی که موسیقی گوش می کنند و این کار را حرام انجام می دن، اولا زیر احتیاط می شه، یعنی ایشون این عادت رو نمی تونه ترک بکنه. دوما هرچی بیشتر گوش میده به این یا به موسیقی، باعث میشه که به اصطلاح به جایی که شادی تو زندگیش بیاره، لحظه اول مشکلای کنونیشون یا زندگی کنونیشو فراموش میکنه، اما بعد از چند دقیقه این شادی تبدیل میشه به افسردگی و استراب و غمگینی. یک خطر دیگه هم دارد، این هست که داخل منزل موقعی که شروع میکنیم به یک کار حرام، یه بابی افتتاح میشه برای کارهای حرام دیگر. یعنی نمیتوانیم خودمون رو آلوده کنیم به یک کاری به طور واضح و به خودمون بگیم که خب فقط همین کار هست. نه، این شروع یه سلسله ای از کارهای حرام دیگه است. برای همینه که این شادی کاذب خیلی باید مواظب داشته باشه، یعنی خیلی باید توجه کرد که در این اعتیاد یا این دائره شیطانی خودمون رو درگیر نکنیم. پس
شادی خوب چی هست؟ حالا میتونم فقط چند تا انواع شادی رو توضیح بدم و انشالله در برنامه های آینده ادامه خواهم کرد. یکیش هم که مسلماً عرض کرده بودم تو موضوع های قبلی، ورزش هست. ورزش هم یک تفریح هست که هم سالمه، هم یک نصیحت حضرت پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم هست. حالا همه انواع ورزش وجود دارد، کوهنوردی هست، به هر حال شنا یا ورزش های مختلفی که در سلیقه و در توانایی جسمی هر انسان، این تفریح خیلی خوب و خیلی مهمی است. تفریح دوم مهمانی هست. حالا شاید خیلی ها تعجب کنن، اما ائمه اطهار امام رضا علیه السلام هم مهمانی را توضیح دادن، چی نوع مهمانی و چرا مهم هست. حالا مهمانی مثلا خانواده خودتون رو دعوت میکنی، بستگان رو دعوت میکنی، برادران هم دین و هم کیش دعوت کنید دور یک میزی با رعایت شؤون اسلامی و این شادی و شادابی میاره. به محضی که شما این مهمانی رو یا شرکت کردی یا میزبان بودید، طول هفته این شادابی تو ذهنتون میموند. یک شادی یا یک تفریح دیگه اطعام و کمک کردن به ایتام. مسلماً کمک کردن به هر انسانی، این احساس شادی درونی را حس میکنیم. حالا میتونه هر چی باشه، میتونه غذا دادن به فقرا، میشود یک پولی پرداخت کنید به دارالایتام، یا مثلا یک مریضی، یک کسی که لازم به کمک داره یا همراهی داره شما باشید. ممنونیم و متشکر از حضرت حجت الاسلام شیخ محمد سیروس. انشاءالله هر جا هستن صحیح و سالم باشن و نکات خیلی زیبایی رو ایشون فرمودن. من هم توجه شما رو به حدیثی که از آقا امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام هست توجه عنایت داشته باشید. امام می‌فرمایند الله الله فی نظم امرکم، یعنی اینکه شما وقتی که کارهاتون رو با نظم انجام بدید، وقتتون رو تقسیم بکنید، بدونید می‌خواید چی کار بکنید، قطعاً به خوبی از وقتتون استفاده کردید. قابل توجه اون افرادی که میگن خدای ناکرده دین مبین اسلام مخالف شادیه، مخالف رفاهیاته، مخالف ورزش کردنه، و ورزش هایی رو دین مبین اسلام هم معرفی کرده و برای همه هم قابل استفاده هست با شروط خاص خودش. یعنی هر کاری رو که دین مبین اسلام فرموده میشه انجام داد، نوع عمل کردن به اون رو هم به ما یاد داده، شروطش رو هم برای ما گذاشته، حد و حدودش رو هم برای ما گذاشته. خوبه یه مقدار
اطلاعات خودمون رو قوی بکنیم، استفاده بکنیم از راهنمایی های پیامبر اکرم، ائمه اطهار سلام الله علیهم اجمعین. اینها رو تو زندگی هامون وقتی به کار بگیریم میبینیم که هم شاداب هستیم و هم این که کارهامون روی رله هست، خیلی راحت میتونیم کارمون رو پیش ببریم انشاءالله. خب وقت اون رسیده که انشاءالله صدای شما بزرگواران رو به کربلای معلا برسونیم، ولی قبل از این که شماره تماس باز بشه اجازه بدید بنده به نیابت از شما دست ادب به سینه بگذارم، رو به حرم مطهر آقا سید و شهدا خدمت اماممون با همدیگه عرض سلام و عرض حاجت داشته باشیم. قطعا شما هم در هر کجایی که هستید انشاءالله در حد مقدوراتتون سر پا می ایستید، خدمت اربابمون عرض سلام داشته باشیم و بعد از اون صدای شما به کربلا برسه. آماده اید؟ هر که دارد هوس کرب و بلا، بسم الله. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم و لعن اعداءهم. صلى الله عليك يا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا مولاي يا أبا عبد الله، السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى جدك وأبيك، السلام عليك وعلى أمك وأخيك خصوصا المحسن الشهيد، السلام عليك وعلى الأئمة من بنيك خصوصا الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف، السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم، السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. نابرد رنج را چه کسی گنج میدهد، یک یا حسین گفتم و آقا ترین شدم، یک یا حسین گفتم و آقا ترین شدم، هیئت که آمدم سر و رویم سیاه، لطف حسین بود که زیباترین شدم، لطف حسین بود که زیباترین شدم. عمرم تمام گشت و خودم را نیافتم. زیارت هاتون قبول باشه بزرگواران، امیدوارم همیشه این صحبت رو میکنم، باز تکرار میکنم و به این مسئله اعتقاد دارم، از اصرار نباید گذشت، انشاءالله خیری در اون هست.
امیدوارم هر چه زودتر از هر کجایی که دوست دارید مشرف بشید کربلا و از نزدیک زائر آقای ما حسین علیه السلام باشید. رو به حرم مطهر آقا ابوالفضل العباس که داشتیم سلام میدادیم، پایین استادیوم میدیدم گروهایی رو که کیف به دست داشتن می اومدن به طرف حرم مطهر آقا سید الشهدا، مشخص بود که تازه وارد شدن. انشاءالله روزی و نصیب و قسمت شما بزرگواران هم بشه. تشکر میکنم بابت پیام های محبت آمیزتون، بابت دعاهای خیری که انجام میدید. خدا خیرتون بده، خدا هر اون چه که دعا میکنید در حق خودتون و همه عزیزان انشاءالله به هدف اجابت برسه. شماره تماس باز شده 20964 771 61 67 100، در اختیار شما هست. انشاءالله میتونید شماره گیری بکنید و خدمت آقا سید و شهدا سلام الله علیه عرض سلام و عرض حاجت داشته باشید. فقط دو تا نکته خیلی مهمه و اونم اینه، خواهش میکنم موقعی که تماستون وصل میشه فقط از طریق تلفن با ما صحبت بکنید، کاری به این نداشته باشید که صدای بنده رو از تلویزیون بخواید بشنوید، چون فاصله رفت و برگشت صدا در بیش از نزدیک به یک دقیقه هست، بین 50 تا 65 ثانیه طول میکشه که صدا رفت و برگشت داشته باشه. و دومش هم اینه که انشاءالله کوتاه خدمت آقا سید و شهدا سلام الله علیه عرض سلام و عرض حاجت داشته باشید تا تعداد بیشتری بتونن خدمت آقا سید و شهدا سلام بدن. خیلی از شما بزرگواران در پیام هاتون مرتب می نویسید که آقا جان ما خیلی میمونیم پشت خط، ما مرتب شماره گیری می کنیم، یا اینکه پشت خطیم و یا اینکه شمارتون اشغال هستش. بزرگواری بفرمایید خودتون رعایت بکنید، انشاءالله برادران و خواهران مؤمنتون در جای جای این کره خاکی بتونن اونها هم همانند شما خدمت آقا سید و شهدا عرض سلام داشته باشن. اولین تماس رو دریافت بکنید. سلام علیکم و رحمت الله. سلام خدمت آقای میر خلف‌زاده، همکاران محترمتون، خسته نباشین. و علیکم السلام، ممنونیم، متشکر. به کربلا خوش اومدید. بفرمایید زائر آقا سید و شهدا علیه السلام باشید، ذریح مطهر آقا سید و شهدا مقابل چشمانتون روی صفحه تلویزیون هست. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکه یا صاحب الزمان یا خلیفه الرحمن، السلام علیکه یا ابو عبدالله، السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین، السلام علیکه یا قمر بنی هاشم یا ابو الفضل العباس ابن امیر المؤمنین علیهم السلام و رحمت الله و برکاته، یا حمیدو به حق محمد، یا علی و به حق علی، یا فاطر و به حق فاطمه، یا محسن و به حق الحسن، یا قدیم الاحسان به حق الحسین علیهم السلام. اللهم عجل ولیک الفرج، اللهم عجل ولیک الفرج، اللهم عجل ولیک الفرج. انشاءالله فرج آقا امام زمان برسه، قسمتی رفته و نرفته بشه، مریضای اسلام هم شفا پیدا کنن، خدا حاجت حاجت مندان روا کنه. خیلی ممنون از برنامه خوبتون، التماسی دا، خدا نگهدار. یا علی مدد، خدا نگهدار، انشاءالله حاجت روا باشید. ممنونیم از این که کوتاه خدمت آقا سید و شهدا هم سلام دادید هم دعای جامع کردید برای همگان. انشاءالله همگان حاجت روا باشند. ممنونیم از تماستون. و اما تماس بعد رو دریافت بکنیم. سلام علیکم و رحمت الله. سلام علیکم آجی آقا، خواهر بزرگوارم. ممنونم، متشکر از احوال پرسیتون. الحمدلله رب العالمین. از دعای خیر شما و مؤمنین دعاگوتون هستیم در کربلا. بفرمایید زائر آقای ما حسین علیه السلام باشید. باشه بچشم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. آقا جان یک جان تشکر که هر هفته بعد من باز لایق دیدی که سلام خدا به کربلا آقای حسین بتم. آقا ممنونت هستم. آقا به خدای چم به خدای مادر را سلام الله علیه هاشم.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. السلام علیک یا ابا عبدالله، السلام علیک ابن رسول الله، السلام علیک امیر المؤمنین کل سید الرسول، السلام علیک یا فاطمه الزهرا سلام الله علیها، السلام علیکم جميعا و رحمت الله و برکاته، السلام علیک یا ابا عبدالله، السلام علیک یا ابا عبدالله، السلام علیکم حمد الله من الارواح لك علیکم من جمی سلام الله یا بدن ما بقی دارد لین و نهار یا باد من زیارت کمدی من زیارت و سلام و حسین الالی و حسین الالا و حسین الالصاب لا باسل حسین السلام علیکم یا کمر مای بنی هاشمی ها لا باسل سلام علیکم یا بی زینب السلام علیکم یا عزیز الرقی عزیز الحسین السلام علیکم یا علی اکبر جان علی اصغر جان السلام علیکم افتاد سید شیدای دشت کربلای حسین یا بفرد السلام علیکم آقای امام زمان اللهمان اللهمان الغفص اللهمان السلام علیکی یا صاحب زمان به زودی شتاب نارم در سبت بوده رکم آقا جان بریم در مادرم برم برادرانم جمله وات شما وات مومنین و مومنات مسلمین و مسلمان گرفتاری ها مشکلی ها این مریض داری جوان ها خوشبختی جوان ها گرفتاری مومنین و مومنات از این ماجرا حاجی آقا اجتماع صدا و پیش آقا عرض نیاز ما را اجتماع صدا اللهم عجل ولی کن فرج اللهم عجل ولی کن فرج قبول باشه زیارتتون انشاءالله حاجی آقا دعای شما مستجاب میشم نه پیش خدا و آقا عرض نیاز ما را کنیم قبول علی نگهدارت یا علی مدد ممنونیم از تماستون یعنی سلامت باشین زنده باشین آجی آقا یا الله خدا نگهدار شما ممنونیم خواهر بزرگوارم امیدواریم این قطرات عشق رو در حرم مطهرشون به مادر بزرگوارشون بی بی فاطمه زهرا تقدیم بکنید حقیقتا جای همه شما بزرگواران خالیه کربلای معلا آمادگی پذیرش زائر داره صد هزار مرتبه شکر الحمدلله رب العالمین بیماران میان اینجا به نیت شفا بزرگواران زائران میان اینجا به این نیت که انشاءالله حاجت روا باشن و با دستهای پر برگردن در امنیت کامل الحمدلله رب العالمین از این ویروس منحوسم در کربلا که خبری نیست انشاءالله به برکت وجودی آقا امام زمان عجل الله تعالی فرجه و شریف این بیماری از همه جای این کره خاکی رخ بربنده و بره دنبال کارش بره سراغ اون افرادی که از خدا بیخبر هستن گرچه انشاءالله هیچ کس بیماری نداشته باشه هیچ کس دستش به بیمار و بیمارستان و نمیدونم درمونگاه و اینها گرفتار نشه چون واقعا سخت شمای بزرگواران در پیام هاتون مرتب برای بیمارانتون از ما التماس دعا خواستید ما هم داریم انجام وظیفه میکنیم تحت قبه نورانی آقا سید و شهدا دعاگوی تک تک شما بزرگواران هستیم از جمله بیماران بیمارانی که صعب العلاج هستن بیمارانی که سالهاست ازدواج کردن و هنوز نتیجه ازدواجشون رو ندیدن عزیزانی که حاجتهایی دارن همانند این که آقا جان دختر و پسر ما دیگه بزرگ شدن موقع ازدواجشون هست عنایتی بکنید یا ابا عبدالله اینها هم برن سر خونه و زندگیشون
الهیام تماس بعد رو دریافت بکنم. سلام علیکم و رحمت الله. سلام، خسته نباشید. ممنونم، متشکر. به کربلا خوش اومدید. بفرمایید زائر آقا سید و شهدا علیه السلام باشید. با اجازه. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجعل فرجهم. السلام علیک یا ابا عبد الله، السلام علیک یا ابا عبد الله، السلام علیک یا ابن رسول الله، السلام علیک یا ابن امیر المؤمنین و ابن سید الوصیین، السلام علیک یا ابن فاطمه سیدت نساء العالمین، السلام علیک یا حسین علیه السلام، السلام علیک یا ابا الفضل الله کبر، السلام علیک یا قمر بنی هاشم یا ابو الفضل دارکم، السلام علیک یا صاحب الاسلام، اللهم اجعل ولیک الفرج، اللهم اجعل ولیک الفرج، اللهم اجعل ولیک الفرج، اللهم اجعل ولیک الفرج. قبول باشه زیارتتون ان شاء الله. خیلی ممنون، دستتون درد نکنه. خواهش میکنم خواهرم، حاجت روا باشید انشاءالله، دعاهاتون مستجاب باشه. ممنونیم از تماستون یا علی مدد، خدا نگهدار شما. و اما تماس بعد رو دریافت بکنیم. سلام علیکم و رحمت الله. سلام علیکم، خسته نباشید. ممنونم، متشکر، درمونده نباشید. به کربلا خوش اومدید حاجی جان. خدا ان شاء الله روزی هممون بکنه که از نزدیک ان شاء الله ارزاد کنیم. الهی آمین. خواستم یه سلام بدم خدمت شما. خواهش میکنم، بفرمایید، ما هم به شما التماس دعا داریم. بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات الله عليك يا مولاي يا ابا عبد الله. يا ابا عبد الله، این برادر بزرگوارمون از لهجهش مشخص بود ظاهرا اصفهانی بود و دوست داشت خدمت شما عرض سلام داشته باشه. بنده به نیابت از ایشون دست راستم رو بلند بکنم و عرض بکنم صلی الله عليك يا مولاي يا ابا عبد الله، صلی الله علیک یا مولای یا ابا عبد الله، صلی الله علیک یا مولای یا ابا عبد الله. ان شاء الله باز هم سعی میکنن تماس میگیرن، صداشون به کربلا میرسه و ان شاء الله زیارت میکنن. و اما تماس بعد رو دریافت بکنیم. سلام علیکم و رحمت الله. سلام آقای میخرفزاده بزرگوار و خود امین محترم شبکه امام حسین علیه السلام، خدا قوت انشاءالله. و علیکم السلام، ممنونیم، بفرمایید زیارت کنید. السلام علیکی یا ابو عبدالله، فعلا الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار ولا جعله الله آخر الاهل مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي ابن الحسين وعلى اولاد الحسين وعلى اصحاب الحسين وعلى اخت حسين زينب الكبرى. آقای میخرم ساده بزرگ بار تشریف بردید حرم ما رو، خیلی دعا کنید. اللهم اجعل ولی نکر فرج، انشاءالله حاجت روا باشید، حتما انجام وظیفه میکنم. ممنونم، متشکر، خدا بزرگ. یا علی مدد، خدا نگهدار شما. اللهم عجل لولی کل فرج. دعا برای سلامتی و فرج آقا امام زمان برکات زیادی داره. حد اقل برکاتش اینه که انشاءالله همگی در صلح و صفا زندگی خواهیم کرد. و باز یکی دیگه از برکات در این هست که انشاءالله عقول هممون انشاءالله و انشاءالله کامل خواهد شد، معرفت پیدا خواهیم کرد به حق اهل بیت سلام الله علیهم اجمعین. اون موقع است خدای ناکرده اگر خطایی می رفتیم
باید مواظب باشیم. ما تمام نشانه ها رو داریم. اگر از همین الان همت بکنیم، بنده ای باشیم که خدا دوست داره، بنده ای باشیم و شیعه ای باشیم که ائمه اطهار، خاصه آقا امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف، دوست داشته باشه، بیاییم پامون رو جای پای این بزرگواران قرار بدیم، پشت سرشون باشیم. ما در کنارشون که نمیتونیم باشیم هیچ، دیگه جلوتر از اونها بخوایم بریم الله اعلم که چه به سر ما میاد. پس بهترین کار و بهترین راه اینه که پامون رو جای پای اون بزرگواران بگذاریم انشاءالله. اون چه رو که خدای تبارک و تعالی دوست داره انجام بدیم، چون اونها هیچ وقت چیزی رو که خدا دوست نداشته باشه اصلا به مخیلشون هم نمیرسه، چه بخواهن خدای ناکرده عکسش رو استفاده بکنن. لحاظاست خدای تبارک و تعالی فرموده و اعتصموا به حبل الله جمیعا ولا تفرقوا. این مورد هستش که ما باید چنگ بزنیم به ریسمان خدا و ریسمان خدا خودش معرفی کرده. خدا، پیامبر اکرم، ائمه اطهار سلام الله علیهم اجمعین، انشاءالله خدا توفیق به هممون بده و بیشتر از توفیق همت خود ما رو میخواد. ما باید این کارها رو انجام بدیم اگر رستگاری رو میخوایم، و اگر هم خدای ناکرده نخواهیم که دیگه هیچ. ولی کدوم قلب سلیم و عقل سلیم قبول میکنه گمراهی رو؟ انشاءالله همگی حاجت روا باشه. تماس بعد رو دریافت کنیم. سلام علیکم و رحمت الله. السلام علیک یا ابو عبدالله، السلام علیک یا رسول الله، السلام علیک یا ابو الفضل عباس یا امیر المؤمنین. اللهم صل ولیک الحجة ابن الحسن. من از مشهد تماس میگیرم، خیلی التماس دعا دارم. قبول باشه زیارتتون. ما هم به شما التماس دعا داریم در خدمت آقا سامن الحجت. ممنونیم از شما بزرگواران، خدا خیرتون بده. عزیز دلی سید بزرگواری، دیشب حرم مطهر آقا سید الشهدا خارج می شدم، تماس تصویری می گرفت و گفتش که آقا این همه ما رو زیارت دادی، خودت هم زیارت بکن. و با دیدن حرم مطهر آقا علی ابن موسر رضا علیه السلام واقعا دلمون شاد شد. زحمت کشید، دوربین به دست رفت تا پای پنجره فولاد، اونجا بود که چشمم به ذریح افتاد و عرض کردم صلوات الله علیک یا مولای، یا سلطان، یا ابا الحسن، یا علی ابن موسر رضا، السلام علیک و علی آبائک الطاهرین، السلام علیک و علی اولادک المعصومین، السلام علیکم یا اهل بیت النبوه جمیعا و رحمت الله و برکاته. انشاءالله نصیب و روزی همه عزیزانی بشه، اون افرادی که به خاطر مشکلاتی از جای جای این کره خاکی امکان زیارت حرم آقا علی ابن موسر رضا، بی بی فاطمه معصومه، حرم آقا سید الشهدا، آقا امیر المؤمنین رو ندارن، انشاءالله برای همه میسر بشه. ممنونیم از این خواهر بزرگوارمون، انشاءالله حاجت روا باشن. تماس بعد رو دریافت بکنیم. سلام علیکم و رحمت الله. سلام علیکم آقای میخال افتاده، عجلتون با آقا سید الشهدا علیه السلام. و همچنین ممنونیم از دعای خیرتون، انشاءالله حاجت روا باشید. خدا خیرتون بده،
بفرمایید زیارت کنید. همه کارکنان شبکه جمعانی خدا خیرتون بده انشاءالله. و همچنین ممنون. سلام. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیک یا ابا عبدالله. السلام علیک یا ابا عبدالله. السلام علیک یا ابا عبدالله. و على الارواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله ابدا ما بكيت و بكيت و جعله الله السلام عليكم السلام عليكم يا رسول الله 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 اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه اللهم عجل لوليك الفرج حتى غاب الفضل العباس یا الله الهی آمین. همه مؤمنین و مؤمنات خوشبخت شان دستای هممون تو دستای قشنگم زمان. اللهم عجل لوليك الفرج. اللهم عجل لوليك الفرج. قبول باشه خواهرم. ان شاء الله حتما انجام وظیفه میکنیم. دعاگو و نائب و زیارتون هستیم. ممنونیم از تماستون. یا علی مدد و خدا نگهدار شما. ما ان شاء الله وظیفه خودمون میدونیم دعاگو و نائب و زیاره باشیم. حقیقتاً خیلی چیزها رو میشه گفت، ولی خب بهترین کلام همینه که عرض بکنم شما در کربلای معلا خواهر برادرانی دارید که دعاگو و نائب الزیاره شما باشن. حتی آقا پسر و دختر خانوم های 4-5 ساله دارید، شاید باورتون نشه، ولی حتی این عزیزان هم وقتی که مشرف میشن حرم همراه با پدر مادرهاشون، یکی از مسائلی که عنوان میکنن عرض میکنن آقا یا امام حسین بیننده های شبکه به پدرهامون مرتب التماس دعا میگن، شما حاجت رواشون بکنید. الهی آمین. تماس بعد رو دریافت بکنید. الحمدلله صدای شما به کربلا رسیده. بفرمایید زیارت کنید خواهرم. آقا شما تو دار از جناب علی حسین و علی علی حسین و علی اوتاد و علی اصلاب 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 و علی سلام علیکم. الو سلام. سلام خواهرم، به کربلا خوش اومدید. من الان به نیابت از شما دارم به گنبد نگاه میکنم، پرچم در حال اهتزازه.
آقا سید و شهدا داره دلبری میکنه، بفرمایید زیارت کنید. بفرمایید زیارت. الو خواهر بزرگوارم، بزرگواری بفرمایید صدای تلویزیونتون رو تا آخر ببندید، از طریق تلفن با بنده صحبت کنید، صدای شما وصله، بفرمایید زیارت کنید. ظاهرن تماسشون قطع شد، زیاد وقت نداریم، تماس بعد رو دریافت بکنیم. سلام علیکم و رحمت الله. زائر محترم صدای بنده رو دارید؟ سلام علیکم. ظاهرا این بزرگوار هم صدای ما رو ندارن. خب لحظات و دقایق آخر برنامه است. اگر که بله بزرگواری بفرمایید تماس رو دریافت کنیم. سلام علیکم و رحمت الله. حاج آقا خسته نباشید، خدا خیرتون بده. ممنونم، متشکر. به کربلا خوش اومدید. بفرمایید. ممنون. زائر آقا سید و شهدا علیه السلام باشید. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم نجبت و تاقود. السلام علیک یا مولای یا رسول الله و علی اهل بیتک. السلام علیک یا مولای یا امیر المؤمنین. السلام علیک یا مولاتی یا فاطمه الزهرا. السلام علیک یا ام المصائب یا زینب کبرا. السلام علیک یا مولای یا ابا الفضل العباس یا قمر بنی هاشم. السلام علیک یا ابا عبدالله الحسین. السلام علیک یا ابن رسول الله. السلام علیک یا ابن امیر المؤمنین. السلام علیک یا ابن فاطمه الزهراء. السلام علیک ایها الشهید ایها المظلوم. لعن الله امه قتلتك، لعن الله امه ظلمتك. السلام علیک یا مولای یا صاحب الزمان یا شريك القران. الامان الامان. اللهم اجعلني عندك وجيها بالحسين عليه السلام في الدنيا والاخره. اللهم اجل لوليك الفرج. اللهم اجل لوليك الفرج. در پناه صاحب زمان باشی، خدا خیرتون بده. یا علی مدد. قبول باشه ان شاء الله. یا علی مدد. آقا علی ابن ابی طالب خودش و اولادش ان شاء الله یار و یاور همه شیعیانشون در جای جای این کره خاکی باشن. به این اندازه فرصت داریم که دعای سلامتی آقا امام زمان رو با هم زمزمه بکنیم، چون امکان این که تماس رو بس کنیم و نرسیم به اون تماس هست. دلهاتون آماده است؟ انشاءالله رو به قبله عرض بکنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کن لولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم عجل لوليك الفرج. اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والناصر، واجعلنا من خير أنصاره وأعوانه. اللهم لعن الجبت والطاغوت. اللهم لعن أبا الشرور وأتباعه. إن شاء الله زنده باشید و باشیم تا یه برنامه دیگه از برنامه های سلام کربلا. یا علی مدد. شدم غم تو موندم آخرش مردم با پیرانه سیاه کفن شدم. یا حسین کربلا، یا حسین کربلا، یا
ببین اومدم با یه چشمان خیز جز به گریه کنان آقا اسممو بنویس بنویس Yeah.